مکبوک پرو M5 اومده و 5 تا تغییر کرده نسبت به نسل قبل خودش که M4 باشه. یه نکته جالبی که هستش اینه که فقط نسخه 14 اینچش عرضه شده و خبری از نسخه 16 اینچش نیستش. به علاوه این فقط چیپ پایه M5 رو داریم، یعنی M5 پرو و M5 مکس نداریم. پس کلن یک مدل مکبوک پرو اومده که فقط و فقط چیپ M5 داره و 14 اینچ سایزش. اما تفاوتایی که کرده چیه؟ اولین تفاوت و واضح ترینش همین چیپ M5ه که نسبت به M4 یه هم قوی تر شده، هم سرعت رمش بالاتره. سرعت رم M4 120 گیگابایت در ثانیه بود و M5 153 گیگابایت در ثانیه است. جدای اینا برای هر هسته GPU، به این 10 هسته GPU داره و برای هر هستش یه شتاب دهنده عصبی هم داره که این کمک میکنه کم مصرفتر و سریعتر و راحتتر پردازش های گرافیکی رو انجام بده که این رو چیپ M4 نبود. اختلاف اصلیشون اینجاست. و تغییر چهارمش اینه که سرعت SSDش 2 برابر بالاتر رفته. و آخرین تغییرش هم اینه که وقتی میخوایم سفارش بدیم تا 4 ترابایت حافظه میتونه داشته باشه مکبوک پرو 14 اینچ M5، ولی همین مدل M4ش نهایتاً تا 2 ترابایت میتونستیم سفارش بدیم. جدای اینا هیچ تغییری دیگه نیست بینشون، کاملاً یکسانه. دقت کنید دیسپلیشون، سایزشون، وزنشون، همه چی کاملاً یکسانه. دوربینی که دارن برای وبکم، حتی چیپ وایفایشون هم یکسانه با هم، یعنی وایفای 7 نداره، همچنان وایفای 6E داره و بلوتوث 5.3 داره. این در حالیه که آیپد پرو وایفای 7 داره و بلوتوث 6، یعنی اینجا یه ذره جالب میشه قصه. بریم قیمتش رو نگاه کنیم. قیمتش از $1,600 شروع میشه و آیپد پرو از $1,000 شروع میشد 11 اینچش که خب سایز دیسپلیش خیلی فرق داره. تقریبا میشه بگیم که همون چیزایی که ما روی مکبوکمون میگیریم و رو آیپد پرو هم میتونیم داشته باشیم با شاید قیمت کمتر، که البته اگه بخوایم رم بیشتری داشته باشه بعد 1 ترابایت یا 2 ترابایتش رو مثلا سفارش بدیم. میتونه خیلی چیزا رو پوشش بده. نظر سخت افزاری و روی کاغذ بخوایم نگاه کنیم، مقایسه کنیم، آیپد پرو شاید بصرفه تر هم باشه واسمون. اما واقعیت اینه که سیستم عامل خیلی چیز مهمیه. فقط هم بحث یوزر اینترفیس نیستش، محیط کاربری که میبینی و باش کار میکنی نیستش، بحث کلی نرم افزار حرفه‌ایه که با اینکه اینا سخت افزارشون شبیه همه، ولی کلی نرم افزار حرفه‌ای داریم که فقط روی مکبوک قابل نصب و اجراست. مثلا پریمیر داریم برای آیپد و پریمیر داریم برای مکبوک که زمین تا آسمون با هم متفاوتن. همینطور فتوشاپ خیلی با هم فرق دارن، نمیدونم اپ داوینچی، همه اینا با هم خیلی متفاوتن و اصلا نمیتونیم بگیم آیپد پرو شاید به صرفه تر باشه. از نظر تئوری روی کاغذ آره، ولی از نظر عملی اگه کار حرفه‌ای بخوایم انجام بدیم در عمل متوجه میشیم که همچنان مکبوک خیلی جلوتره، فارغ از این که پورت های بیشتری داره و یه کامپیوتر کامله. ولی خب آیپد نه، در واقع آیپد همچنان یه تبلته، یه آیپدی بیش نیست، هر چقدر تخت افزارش قوی بشه.